آقای نیما رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. سلام آقای آزادی، عصر بخیر و عصر شنونده های خوب همسفر بخیر. قربان شما، سپاسگزارم. و همچنین بینندگان وب تی وی همسفر که همکنون تصویر شما رو بر روی خط دارن. فراموش نکنید عزیزان که آرشیو جناب رستمی عزیز بر روی سایت همسفر نقطه ایو وجود داره، در بخش آرشیو یوتیوب ما هست. حتی اگر به سایت یوتیوب برید و بنویسید نیما رستمی عزیز، تمام آرشیو کارهای آقای رستمی رو پیدا میکنید. آقای رستمی عزیز، ما قبل از اینکه بخوام من سوالایی رو که دوستان زنگ زدن و پشت خط با من مطرح کردن، ما عزیزی رو بر روی خط داریم. اجازه بدید صدای ایشونو باز کنم. خواهش میکنم. دوست عزیز، درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید. سلام، خوب هستین؟ سپاسگزار از شما، بفهمید. خواهش میکنم. متشکرم. سلام آقا نوید، خوبین؟ من نوید بودم با شما سلام میکنم. آقای رستمی هم صدای شما رو دارم، بفرمایید. خوبین آقای رستمی؟ مرسی، بفرمایید. من نیاز به راهنمایی و اطلاعات دارم، چون یه مسئله خیلی پیچیده‌ای دارم. حالا نمیدونم چه کاری درسته چه کاری غلطه، میخوام اطلاعات بگیرم. الان من حدود یک سال و نیم پیش ازدواج کردم ایران با دوست دخترم که خب ایشون متولد سوئد بودن. بعد ما اصلا قصد اومدن به سوئد نداشتیم، ولی خب ولی پاسپورت سوئد، یعنی تبعه سوئد نبودن، فقط سوئد به دنیا اومده بودن. صدای من دارین؟ بله بله، بفهمید. خواهش. خب تصمیم گرفتیم که بیایم سوئد ببینیم چی میشه. از طریق ایتالیا ما اقدام کردیم به صورت توریستی، تقریبا داستانو کامل میگم من. بعد اومدیم ایتالیا حدوداً تاریخ 2012، دسامبر 2012. بعدش خلاصه ما اومدیم از طریق بلیط هواپیمایی به سوئد. اومدیم و اینجای وکیلی رو دیدیم. اون وکیل به ما گفتش که نمیشه از طریق خانومتون این کار رو بکنیم، چون که ایشون تا 4 سالگی تا 5 سالگی اینجا بوده و نصف عمرش حداقل بعد اینجا می بوده و الان شما این حق تولد اینجا نیست، یعنی اینکه حالا طرف اینجا به دنیا اومده باشه مهم نیست. خب ما اون موقع ویزامون مهلت داشت، من گفتم برگردیم، منتها خب اقوام خانم منم اینجا بودن، من کسی رو نداشتم. گفتن حالا بمونین تا یه راهکاری پیدا بشه، که حدودم یک ماه از ویزامون گذشت. باز با وکیل صحبت کردیم، وکیل باز همین حرفا رو زد که این مسئله به هیچ عنوان اینجا نمیشه پیش ببرین و راه دیگه ای نداری. تا اینکه تصمیم گرفتیم که بریم، یعنی من باز میخواستم برگردم ولی متاسفانه تصمیم بر این شد که بریم اعلام پناهندگی بکنیم برای موندن. اعلام پناهندگی کردیم، متاباز بدون اطلاعات این کار کردیم، دابلینگ ایتالیا رو خوردیم و حدوداً 5 ماه بعد ایتالیا جواب داد که ما بیایم ایتالیا، ونیس. اصلا نمیدونم چیزایی که دارم پشت تلفن میگم درسته یا نه، ولی خب بعد دیگه اون موقع خیلی زندگی ما دچار تشنج و استرس و فوق‌العاده وحشتناک شده بود و مشکل با هم پیدا کرده بودیم، چون ما خونه اقوام اونا زندگی، من اونجا زندگی میکردم. مشکلاتمون به قدری زیاد شد که جدا شدیم، یعنی من اومدم استکهلم خودم به تنهایی. الان حدوداً 4 ماه و زندگیمو دارم میگذرونم به یه طریقی. از طریق سفارت خب تقاضای طلاق دادم، وکالت دادم که طلاق بگیرن، ایشون هم همین کارو کرد و این کار صورت گرفت. حالا حدوداً 3 ماهه که من یه دوست دختر سوئدی پیدا کردم و 2 ماهه که باهاش زندگی میکنم، یعنی با هم دیگه داریم زندگی میکنم. اون موضوع منو فهمیده و میخواد کمک بکن، ولی من نمیدونم الان چه کاری باید انجام بدم، یعنی دقیقاً نمیدونم چه کار باید بکنم. شما پروسه پناهندگیتون تموم شده دیگه نه؟ ما بعد بریم میرفتیم ایتالیا. آره دیگه، اون موضوع به سلوک ما ایتالیا شد. آها، ولی بر نگشتین؟ نه برنگشت. و از اون مدتی که بعد از 5 ماه ایتالیا گفتش که میتونی شما رو پس بگیره یا برگردین ایتالیا، چند ماه گذشته؟ نامه اخراج ما دقیقا تاریخ می اومد، اواخر می اومد.
2013 یا 12؟ 2013. ولی ایشون گفتن رفتن ایتالیا، اینجوری که من متوجه شدم. شما وای نگفتین از ایتالیا اومدیم؟ ما از ویزای ایتالیا اومدیم، ایتالیا نرفتیم. یعنی اون تاریخی که در واقع شما رو گفتم باید برگردین، تاریخش می 2013 هست. بله بله، حدودا 4 ماه 5 ماه پیش اخراج ما اومد. شما پاسپورت دارین دیگه احتمالاً؟ یا دادین بدارم؟ من پاسپورت هم دادم به این، هم یک چیز دیگه بود که من اطلاعات نداشتم، دادم به نه متاسفانه. خب شما اینجا کاری فعلا نمیتونید بکنید. اگر رابطتون جدی هست به نظر میرسه اینطوری باید باشه، یا ایشون میگه که شما میخواد کمک بکنه، راه حل مناسبش همین میتونه باشه که یا شما ازدواج بکنید، یا بدون که ازدواج بکنید هم رابطه سامبویی داشته دارید و میخواید در ادامه در آینده این رو ادامه بدید، یا برگردید ایران و از ایران درخواست اقامت بکنید، یا میتونید باز برید ایتالیا چون که ایتالیا هم شما رو قبول میکنه و از اونجا درخواست پناهندگی بکنید. اگه نمیتونید برگردید ایران و اونجا از ایتالیا درخواست اقامت در سوئد رو بکنید، که اگه رابطه جدی باشه و تشخیص بر این باشه که رابطه شما جدی هست، طبیعتاً خب اقامت به شما میدن. خب ما الان سامبو هستیم، به صورت رسمی سامبو هستیم، متا اعلام نکردیم جایی. یعنی من نمیدونم شما نمیتونید نمیخواید غلطی، یعنی اینو نمیدونم من. شما نمیخواید میخواید ازدواج بکنید یا نه؟ بله من میخوام، متا ایشون دوست دارن سامبو باشه فعلا بعد ازدواج بکنید. بله نه مشکلی نیست، شما اینو باید الان هم میتونید مطرح بکنید و یا اصلا شاید هم لازم نباشه مطرح بکنید، برید از ایتالیا درخواست اقامت میکنید و یا ایران، خب درخواست شما بر رسیدگی میشه، با شما مصاحبه میشه، با ایشون مصاحبه میشه. خب کی با هم آشنا شدید، چجوری با هم آشنا شدید، رابطتون چجوریه، خب اینا بررسی میشن، بازم ایرادی نداره این مسئله. اون وقت این پروسه چقدر طول میکشه من مثلا ایتالیا برم؟ بله بینید 6 ماه تا یک سال امکان داره طول بکشه. 6 ماه تا یک سال. بله. پس این راه حلش، یعنی در هر حال باید رفت ایتالیا یا ایران. بله اگر شما که خب ببینید، اگر اینجا دو سوئد بمونید باید 18 ماه از اون تاریخی که ایتالیا شما رو قبول کرده که پس بگیره، 18 ماه باید از اون تاریخ بگذره، بعد تازه اینجا بتونید درخواست پناهندگی بکنید و به درخواست پناهندگی شما اون موقع رسیدگی خواهد شد. منتها وقتی در همچین حالتی باز اگر هم رابطتون رو با این دوست دختر فعلیتون ادامه بدید و ازدواج بکنید، این مسئله ازدواج به شما کمکی خاصی نخواهد کرد، اصلا این مسئله اینجا بررسی نخواهد شد. اگر به درخواست پناهندگی شما رسیدگی، وقتی که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میشه و جواب مثبت میگیرین که اقامت میگیرین، اگه جواب منفی بگیرین در هر حال این ازدواج شما رو اینجا بررسی نخواهند کرد و تازه اون موقع شما باید برگردید ایران. دیگه ایتالیا هم نمیتونید برگردید، باید برگردید ایران، حتما ایران، و از ایران درخواست اقامت به خاطر ازدواج بکنید. اعلام سامبو رو من باید اینجا بکنم یا ایران باید بکنم؟ برای سامبو بودن هیچ مدارک خاصی لازم نیست، چون شما الان در سوئد اقامت ندارید نمیتونید آدرستون رو با ایشون یکی بکنید، یعنی تو اداره ثبت احوال شما نمیتونید به خودتون رو ثبت بکنید که کجا زندگی میکنید. رابطه سامبوی همینه، هیچ مدارک خاصی نمیخواد، فقط اینکه آدرستون یکی هست این کافیه، یعنی این به این معنی که شما با هم زندگی میکنید. ولی درست. و چون شما اقامت ندارید شما در سوئد نمیتونید خود رجیستر بکنید، و وقتی هم این کار نمیتونید بکنید بنابراین مشخص نمیشه که از کی با هم زندگی میکنید. تنها مدارکی که میتونید داشته باشید داستانای خودتونه، تعریف خودتونه که کی با هم آشنا شدید، از کی با هم از چه تاریخی با هم زندگی مشترک رو شروع کردید. ولی در هر حال من فکر میکنم که این به هر حال حتی اگه در سوئد بخواید بمونید و بعداً به درخواست پناهندگی شما رسیدگی بشه و بعد از اون تازه مسئله ازدواجشون بررسی، اینجا بررسی نخواهد شد و شما مجبور خواهید شد و موقع ایتالیا هم نمیتونید برید و برگردید حتما ایران. اون وقت من بخوام برگردم الان پاسپورتم اونجاست، بعد چیکار بکنم؟ پاسپورتونو به شما پس میدن. آها. موقع خروج. و من ایران باید اقدام بکنم دیگه.
یا ایتالیا. حالا اینو دیگه خودتون صلاحتون هرچی هست اونو انجام بدید، خودمش فکر میکنید مناسب اونو انجام بدید، زیاد فرقی نمیکنه. و شما مشکل مثل که برگشت به ایران رو ندارید؟ نه مشکل که دارم، ولی یعنی خب ایتالیا، من اطلاعاتی راجع به ایتالیا ندارم، ولی باید ببینم که چه راهی بهتره. یعنی حالا ایتالیا مثلا اطلاعات چی میخواین داشته باشید؟ اونجا میخواین برید درخواست پناهندگی بکنید دیگه اگر میخواید؟ درسته، ولی خب در حینش من میتونم این پروسه رو ببرم جلو. بله اونجا دیگه چون تو اقامت، اونجا اقامت قانونی، گرچه اقامت نخواهید داشت ولی به صورت قانونی به تا اینکه به درخواست شما رسیدگی بشه زندگی میکنید، و در همچین حالتی شما میتونید چون در ایتالیا اقامت قانونی دارید، یعنی به صورت قانونی زندگی میکنید، میتونید از اونجا درخواست اقامت در سوئد رو بکنید. بعد میتونم بیام سوئد یا نه؟ نه دیگه اولا قانونا که نمیشه. بله حالا کنترلی نیست، مرزی نیست، یه حرفی دیگه است، ولی قانونا نمیشه. خب خیلی متشکرم از راهنماییتون. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما. ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار. 9843 بفرمایید برای خط هستیم با جناب رستمی عزیز. قربان سلام عرض شد. خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید. بله بله، سپاسگزارم ممنونم که من وقت دادید. خواهش میکنم. عرض سلام خدمت های رستمی. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. ما ایرانی ها هست. قربان سلام. عرض شود که من بنده دوستی دارم که در سوئد اقامت سیاسی از نوع AF داره و ایرانی هم هست. ایشون با یک دختری که در اوکراین زندگی میکنه و هر دو اینها مسلمانن. آقای ایرانیه؟ بله بله بله. خب ایرانی هست، پناهندگی سیاسی AF داره، تو این دوره دو ساله اتابلرینگ هست، یه 5-6 ماه دیگه هم از دوره این دو ساله مونده، با یک دختری که اوکراینی هست و در اوکراین زندگی میکنه و مسلمان آشنا میشن. ایشون میره اوکراین، بعد مادر این داماد یا این آقا از ایران میاد اوکراین، همینطور برادر این آقا از نیوزلند میاد در اوکراین، مراسم مفصل و ازدواج میکنن. منطقین ازدواجشون به دلیل این که در اوکراین شما اگر گواهی تجرد هم حالا از ایران هم داشته باشی، باید بری حتما الزاماً سفارت ایران در کیف در اوکراین مدارک شما گواهی تجرد شما رو تایید بکنه، چون ایشون هم تو پاسپورتش نوشته که شما مثلا ایران و ایران نمیتونی بری و سیاسی هم بوده و مشکل داشته نمیتونه بره سفارت و در نهایت رسما و دولتی نمیتونه در اوکراین ازدواج بکنه. میره در یکی از مراکز اسلامی ازدواج میکنه، ولی خب خیلی مفصل عکس و فیلم و نمیدونم همه این مدارک رو هم داره. و بعد این خانم میره در کیف مصاحبه میشه، سفارت سوئد در کیف مصاحبه میشه، کارش انجام میشه سریعا، بعد اداره ایمیگریشن در سوئد مدارک رو برای مرده میفرسته، ایشون مدارک رو پر میکنه و برمیگردونه. در همین حین خب بهش میگن که شما باید ازدواج هم در سوئد ثبت بکنه، این آقا میره یه درخواست ثبت ازدواجی در اداره اسکاتورکت سوئد هم میده شریک هست، متا اینها رد میکنن، میگن که شما چون قانونا رسما دولتی در اوکراین نتونست ازدواج کنیم، ما نمیتونیم اینجا اینو ثبت کنیم. خب الان خب ایشون خیلی ناراحت، نگران که آیا وضعیتش چه میشه، نکنه بگن که آقا شما، چون واقعا ایشون امکانی نداره که نه ایران بره ازدواج کنه نه بره سفارت ایران. ایشون به هیچ وجه نباید به سفارت ایران مراجعه بکنن حتی در کیف، برای اینکه ایشون پناهنده است و قاعدتا نمیتونه به سفارت مراجعه بکنه. اگه به سفارت مراجعه بکنه به هر دلیلی هیچ فرق نمیکنه، این به این معنی هستش که یعنی اداره مهاجرت این رو به این من اینجوری میتونه تلقی بکنه که شما یعنی ایشون با دولت ایران، کشور ایران مشکلی نداره. و امکان داره که روی اقامتش کلا اصلا تاثیر بذاره. این یه بحث دیگه است. و این چیزی که باید میگم در این داخل پرانتز به قول من گفتن که حواسشون باشه، بعدش میمونه این که خب هیچ مشکلی نیست، اینا یعنی نمیتونن به خاطر دلایل پناهندگی ایشون
این ازدواج رو به صورت رسمی در یک کشور سومی ثبت بکنن، یعنی کشور محل اقامت خانم ثبت بکنن، هیچ ایرادی نداره. و خب اینا از نظر اسلامی اگه مسلمانان اعتقاد دارن خب این کار رو انجام دادن، مسئله شرعیش به اصطلاح هست، یه مدرکی هست بالاخره مرکز اسلامی صادر کرده، ولی خب رابطه شون طبق قوانین سوئد رابطه سامبویی حساب میشه، بدون اینکه با هم ازدواج بکنن در واقع زندگی مشترک رو شروع خواهند کرد و این هیچ فرقی با ازدواج از نظر اقامت نداره. بنابراین هیچ مشکل خاصی من نمیبینم. همین که اگر سوالی شد، یعنی من اینا باید بفهمن که رابطه شون چیه، اینا زن و شوهر نیستن، با هم ازدواج نکردن، ولی میخوان که زندگی مشترک رو شروع کنن. در قوانین سوئد بهش گفته میشه سامبو فرهولاند، یعنی رابطه سامبویی دارن. و اگر سوالی شد که چرا اینطوری شده، خب این توضیحاتی که میدین منطقیه و قابل قبوله، چی ایرادی نداره. خب بسیار، الان یه سوال دیگه مطرح میشه، آیا این اداره ایمیگریشن نمیگه که شما چون تقاضاتون بر اساس نوعاً بر اساس ازدواج بوده و چون ازدواج از نظر ما منتفیه، پس شما از نو باید تقاضا بدید بره تو فاز سامبوی، یا این که نخیر خودشون رو سامبوی تلقی میکنه و رسیدگی میکنه و جواب حالا احیانا مثبت میده؟ این درخواست بهش میگفته گفته میشه وابستگی هم پیوندی آنکنیوتنینگ. آنکنیوتنینگ میتونه هم ازدواج باشه، هم رابطه بدون ازدواج باشه و هم رابطه‌های دیگه باشه. بنابراین درخواستی که داده میشه درخواست آنکنیوتنینگه و این خود اداره مهاجرت است که اونجا بر اساس مدارکی که ارائه میشه بررسی میکنه که کدوم مدل باشه. ولی در هر حال درخواست اقامت، دلیلش رابطه هست، رابطه با رابطه خانوادگیه و اقامت هم به خاطر بهش گفته میشه آنکنیوتنینگ، یعنی هیچ فرقی بین اینکه ازدواج بکنن یا بدون اینکه ازدواج کنن با هم دیگه زندگی بکنن، اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، هیچ مشکل حقوقی به اصطلاح در این مسئله وجود نداره. فقط این رابطه به هر حال اگه آدما، خب خیلی ها نمیتونن با هم دیگه بدون اینکه ازدواج بکنن زندگی کنن، دوست ندارن، به هر حال یه مسئله دیگه یه خونجه مشکلات عملی وجود داره تو اون کشور که این ازدواج نمیشه ثبت کرد. ولی وقتی خانم اقامت گرفت و اومد سوئد، خب اینجا دیگه فرض فرق میکنه و اینجا میشه در سوئد به صورت قانونی ازدواجشون ثبت بکنن. خب الان یه بحث دیگه مطرح میشه، اداره میگه به اصطلاح این خانم ویزایی که میگیره و میاد اینجا، یا از این مزایایی که این آقا برخوردار است مدت دوره دو ساله اتابلرینگ و اینها برخوردار میشه نمیشه، وضعیت اقتصادی معیشتی و درآمدی اون خانم که بیاد اینجا از چه مزایایی برخوردار هست؟ من از اون مسائل زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی قاعدتا مشکل خاصی وجود نداره. اگر شوهر درآمدی داشته باشه، خب با درآمد اینا زندگی میکنن، اگه درآمد کافی نباشه هم کمک هزینه که میگیره شامل هر دو نفر خواهد بود، یعنی مشکل خاصی نیست. پس نمیگن که شما نمیدونم سیتیزن نیستی و 4-5 سال اینجا نیستی و سوئدی نشدی؟ نه، ایشون پناهنده است دیگه. ایشون پناهنده است. از این قضیه مستثنا؟ بله دقیقا. اوکی. بعد ما آخرین سوال هم ببخشید، فکر میکنه حالا تقریبا چقدر زمان میبره این پروسه؟ عرض کردم بین 6 تا ماه تا یک سال میتونه طول بکشه. بین 6 ماه تا سپاسگزارم. من میتونم شما آدرسی خیلی معذرت میخوام، ما این چیزا رو طبق قوانین روی خط نمیتونیم بگیم، لطفا بعدم تماس بگیریم. بله سپاسگزارم. بله بله خدا نگهدار. 2398 بفهمید بر روی خط هستید. سلام علیکم جانم، بفهمید با آقای رستمی عزیز بر روی خط هستید، بفهمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. مرسی، بفهمید. من دو هفته پیش باهاتون تماس گرفتم، اطلاعات خوبی دادین راجع به ویزای کاری و ثبت شرکت، خیلی متشکرم. خواستم یه سوال جدید پیش اومد برام. الان دوستی هست در سوئد که میخواد منو استخدام کنه، کارشون رستورانه، گفته که میکنه این کارو، استخدام میکنه. حالا منم واقعاً که انجام بدم، فقط میخوام بدم که الان ایشون من برای اینکه این ویزا رو اقدام بکنم احتیاج دارم که مثلا مدرک آشپزی نشون بدم به اداره مهاجرت، یا مثلا از این یا اینکه بیمه مثلا بعد نشون بدم که اینجا چند سال کار کردم، این چیزا رو میخوام من. در مورد اقامت‌های کاری وضعیت فرق میکنه. اون چیزی شما میگین مربوط به اقامت سرمایه‌گذاریه. وقتی یه شرکت سوئدی یعنی طبق قوانین موجود میتونه نیروی کارش رو از هر کجای دنیا که دلش بخواد استخدام بکنه، منتها
حالا این توضیحات میام شاید مربوط به شما نباشه ولی بهتره که اینو بگیم که شاید بقیه هم میخوان گوش بکنن. هر شرکت سوئدی میتونه نیروی کار رو از هر کجای دنیا که بخواد استخدام بکنه و بیاره و هیچ مشکلی در محدودیتی در صنف و یا اینکه این همچین شغل افراد بیکاری در سوئد وجود داره نداره، محدودیتی وجود نداره در این مورد. بنابراین شرکتی که به یک فرد خارجی غیر اروپایی رو استخدام میکنه حتما باید، البته بعضی از صنف ها، همشون نه، بعضی از صنف ها مخصوصا صنف هایی که خدماتی، اینا الان وضعیت مالی شرکت، توانایی پرداخت حقوق شرکت و جدی بودن این مسئله که این ازدواج ازت خواهم کار سوری نباشه، اینا رو کنترل میکنن. این کنترل رو همیشه اداره مهاجرت اجازه داره که انجام بده بکنه که تشخیص بده که این استخدام سوری هست یا نیست. این یه بحثی کلی دیگه هست، ولی در مورد از صنفای خدماتی بیشتر روی شرکت ها کنترل انجام میگیره که این شرکت ها توانایی پرداخت حقوق این فردی رو که استخدام میکنه رو داشته باشن. بنابراین این تشخیص این که شرکت چه کسی رو استخدام بکنه با خود کارفرماست و این کارفرماست که تشخیص میده کیو رو استخدام بکنه و اداره مهاجرت نیست هیچ گونه شرط خاصی یا محدودیت این که شما حتما باید مدارک کاری نشون بدین رو نداره. فقط این که شرکت حاضر هست شما رو استخدام بکنه و مسئولیت پرداخت حقوق شما رو قبول میکنه و به شما حقوق پرداخت میکنه و بعضی شرایط در واقع نرم این شغل رو رعایت میکنه به شما اقامت خواهند داد. بنابراین شما لازم نیست که مدارک کاری تحصیلی یا چیزی ارائه بدید برای درخواست اقامتتون. درخواست اقامت رو متأ شما میکنید، شما هستین که میرین درخواست اقامت کاری میخواییم بکنید و میکنید و این شرکت هست که با شما همکاری میکنه و این قرارداد لازم و مدارک لازم رو که هست رو به شما ارائه بده که شما بتونید درخواست اقامت بکنید. ولی اون مدارکی که شما نیاز دارین فقط یه درخواست اقامت، کپی پاسپورتت و چیز خاصی دیگه شما لازم نیست ارائه بدید. بله. یه سوال دیگه هستش که این شرکت بعد در واقع دارایی رو نشون بده به دولت بخاطر اینکه بخواد این کار انجام بده. مثلا بگه من دارم اینقدر مثلا پول دارم راجع به اینکه میخواد منو استخدام بکنه یا نه اصلا. بله، شما گفتین در رستوران میخواین کار کنید. بله. کمک آشپز یا آشپزی هم چیزی. بله بله، در همچین شرایطی این شرکت باید توانایی مالی خودش رو نشون بده، توانایی مالی پرداخت حقوق شما، قدرت پرداخت حقوق شما رو باید بتونه ثابت بکنه و این به طرق مختلف میتونه ثابت بشه. یکی اینکه بانک گارانتی از بانکی ارائه بده، گردش مالی اظهارنامه مالی سال گذشتهش رو ارائه بده که تو اون اظهارنامه باید واضح باشه که این شرکت وضعیت مالی چجوری بوده، سوددهی داشته و اندازی کافی سوددهی داشته که یه نفر دیگه هم میتونه استخدام بکنه، ظرفیت استخدام یک فرد دیگه رو، نیروی کار دیگه رو داره، گارانتی بانکی یا حساب بانکی و این ها در یه حدی باید باشه. مثلا معادل 3 ماه حقوق شما رو اگه ایشون بخواد حساب بانکی نشون بده، گارانتی بانکی نشون بده، معادل 3 ماه حقوق شما موجودی باید حساب بانکیش داشته باشه. از این طریق و یا حالا بستگی داره به این شرکت، ولی در این مورد رستوران که مشخصه که مشتریاش کیا هستن چه جوریه، همین معمولا اظهارنامه مالیاتی است و حساب بانکی، چه جوری دیگه ای نمیشه مثلا این قدرت مالی پرداخت حقوق شما رو ثابت کرد. همین مدارک این مدلی رو باید ارائه بدن. و در آخر این قانون جدیدی که در همین زمینه 2014 قرار گرفت، این قانون چه تغییراتی میکنه؟ یعنی میدونین شما قانونی در مورد اقامت کاری قرار نیست قانون عوض بشه. احتمالاً شما شنیدید که در سال آینده انتخابات پارلمانی در سوئد قرار برگزار بشه و احزاب دست چپ، سوسیال دموکرات ها و حزب چپ به اصطلاح با این قانون کاری ایرادایی ازش دارند، میگیرند. احتمال معمولاً در سوئد قانون به این راحتی عوض نمیشه. شما تصورشو بکنید 4 سال این قانون بوده، الان داره 5 سالش میشه، بعد در از این 5 سال بالای 40-50 هزار نفر اقامت گرفتن و این قانون
به این راحتی عوض نخواهد شد و احتمال خیلی زیاد نیز عوض نخواهد شد، ولی احتمال داره که در پروسه رسیدگی به این گونه درخواستا یه مقدار سختگیری بشه، ولی هیچ گونه بحث و صحبتی برای اینکه این قانون عوض بشه تا به حال به وجود نیومده، ولی انتقاداتی ازش میشه که این میتونه در نهایت منجر به سختگیری بیشتر و تغییرات یه مقدار جزئیات بشه، ولی قانون اقامت بر اساس کار من تصور نمی کنم که در آینده نزدیک کلن عوض بشه. خیلی متشکرم، خواهش میکنم، با سپاس از شما، پیروز باشید، خدا نگهدار. 98.3 بفهمید بر روی خط هستید شما. یوس عزیز بفهمید، خواهش میکنم، قربان شما، بفهمید. خیلی ممنون. چند تا سوال از خدمتتون داشتم اگر لطف کنید. خواهش میکنم بفهمید. دانشجوی مستر یا دانشجوی دکترا در حین تحصیلش میتونه شرکت بزنه؟ برای اونایی که اقامت موقت، هر کسی که اقامت موقت در سوئد داره به جز اقامت کاری، یا اصلا هر کسی میتونه شرکت تأسیس بکنه. حالا اگر سوالای بعدی تو مربوط به اقامت میشه میتونیم مطرح کنیم، ولی هر فردی که در سوئد زندگی میکنه اقامت داره میتونه شرکت تأسیس کنه، چه محدودیتی وجود نداره. پس حتما لازم نیست درسش تموم بشه بعدن بخواد شرکت رو ثبت بکنه؟ نه خیر، برای تغییر ویزا به دست طریق اون. آها، ببینید، همین سوال بعدیتون این بود که آیا، یعنی شما میخواید، شما یا هر کسی دیگه میخواد با تأسیس شرکت درخواست اقامت بکنه و نوع اقامتش رو عوض کنه، منظورتون اینه؟ بله، از دانشجویی در واقع بله. کاری بله میشه، مشکلی نیست. بله، بعد امکانش هست دانشجو در حین تحصیلش هم با حداقل حقوق جایی استخدام بشه؟ دانشجوها به امکان کار کردن نیز دارن، اجازه کار کردن نیز دارند، بعضی ها دارن البته بعضی ها ندارن، ولی ببینید سوالتون یه چیزی دیگه است، منظورتون یه چیزی دیگه است. من حدس میزنم که شما میخواید نوع اقامتتون عوض کنید، دانشجو میخواد نوع اقامتش عوض کنه، نه؟ سوال کلا اینه. بله، بنابراین ببینید یه سری شرایطی هست، دانشجوهایی که اینجا اقامت ویزای دانشجویی دارند بعد از پشت سر گذروندن 30 کردیت، همون واحد دانشگاهی، اگر کاری رو پیدا کردن و یا خواستن در سوئد سرمایه گذاری بکنند اجازه دارن که این کار رو بکنند و لازم نیست که کشور رو ترک کنند و خارج از سوئد درخواست اقامت بکنند. منتها اون 30 کردیت رو باید پشت سر گذرونده باشن و قبول شده باشن. و حتی بعد از اون سیکریتی که فرمودین، مثلا امکانش هست که با حداقل حقوق که فکر کنم 13,000 تا باشه هم تحصیلشون رو ادامه بدن هم جای استخدام بشن و تغییر ویزا بدن؟ بله، اونایی که اقامت میگیرند اقامت دارن در سوئد، حالا اقامت کاری هم یه نوع اقامته و فردی اگه بتونه هم کار بکنه هم تحصیل کنه هیچ که مانعی وجود نداره برای این مسئله. و آخرین سوال هم اگر اجازه بدین، زن و شوهری که در واقع با اقامت دانشجوی یکیشون به اینجا آمدن میتونن هر کدوم جدا برای اقامت اقدام کنن؟ بله، با هم زندگی میکنن ولی یکیشون دانشجویی بگیره یکی کاری یا شرکتی؟ بله، و اشکالی نداره براشون که بگن شما چرا با هم اقامت ندادین، درخواست برای اقامت ندادین؟ نه خیر، هر فردی بالغ خودش به تنهایی درخواست اقامت میکنه و وابستگی به زن و یا شوهرش نداره. بله، خیلی برسه. ممنون فرمین، چون من میخواستم ببینم اینجوری، چون تا حالا شوهر من با من طریق دانشجویی میومد، حالا پس میتونه از طریق ثبت شرکت خودش در واقع ویزاشو تغییر بده؟ بله، چرا که نه. بعد حالا آقای روسن من یه سوال بکنم، اگر که با جواب مثلا اون تغییر ویزایی که ایشون صحبت میکنه به ایشون جواب نبدن، میتونه همچنان است با تاثیر خانومشون به اینجا بیاد یا اونم روش تاثیر میذاره اون وقت؟ نه، تاثیر نمیذاره اگر که با اون درخواستش موافقت نشه. خب طبیعتا یه درخواست جدید باید فرستاده بشه، منتها اون موقع وقتی یه فردی در سوئد درخواست اقامت میکنه معمولا اینطوریه، اگه با درخواست اقامتش موافقت نشه یه حکم اخراجی نیز همراه این تصمیم و اخراجی هم گرفته میشه، بنابراین موقع کاری ذره مشکل تر میشه. وقتی اگر فردی به خاطر به دلیلی
درخواست اقامت کرد و جواب منفی گرفت، حتما باید کشور رو ترک بکنه و اون موقع هست که دیگه در سوئد نمیتونه بمونه و درخواست اقامت مجدد، این بار به خاطر مثلا همراه بودن به خاطر ازدواج به اصطلاح، درخواست اقامت بکنه. تنها موردی که میشه که انجام داد اینه که وقتی یک فردی بخواد مثلا ویزای دانشجویی داره میخواد اقامت کاری درخواست بده و با درخواستش موافقت نمیشه، اگه نخواد به کشور خودش برگرده و از اونجا دوباره درخواست اقامت ازدواجی بکنه به خاطر یا ویزای ازدواجی بکنه، اون موقع فقط باید به خاطر دلایل پناهندگیش میتونه بمونه و درخواست پناهندگی بکنه که خب اون دیگه یه بحث دیگه، یه پروسه دیگه ای داره. ولی اگر یک فرقی نداره که بله پس تقریبا فرقی نداره که من ویزای دانشجوییمو در واقع ادامه بدم و ایشون از طریق شرکت، ثبت شرکت ادامه بدن، اگه ایشون رد بشه باید حتما خارج بشن. بله دیگه اون موقعی که جواب منفی پناهندگی اون موقع جواب منفی که میگیره دیگه نمیتونه جواب باید برگرده. حتی اگه شما اینجا اقامت داشته باشید میتونه بره از کشور خودش دوباره درخواست ویزا یا اقامت بکنه. بله متوجه شدم، خیلی ممنون، خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید. 2398 احتمالا ایشون قطع کردن. آقای رستمی، آقایی در سوئد هستند، خانومی در ایران، این آقا میگن که این خانوم ویزا بگیرن پاشن بیان اینجا با همدیگه عقد بکنیم بعد برگردن برن ایران و منتظر کاراشون باشن. اوکی معنی. خانم میگه نه من اینطوری که شنیدم شما میتونی بیای ایران بنده رو عقد کنی، بنده اینجا کارا من انجام بدم تا موقعی که بهم بدم و شما میتونی در سوئد باشی. کدومش صحیحه؟ آیا خانم باید بیاد سوئد رو عقد بکنه یا ایشون میتونن برن در ایران عقد بکنن، احتیاجی نیست اصلا خانم به سوئد بیاد؟ در مورد اقامت هیچ فرقی نمیکنه، یعنی اینا بعد از اینکه ازدواج کردن چه در سوئد چه در ایران، درخواست رو باید از ایران داده بشه، از کشور محل اقامتش داده بشه و در تصمیم اداره مهاجرت به اون صورت تأثیر خاصی نخواهد گذاشت. یعنی بایدی نیست حتما خانم بیاد تو سوئد ازدواج ثبت بشه، اینا میتونن تو ایران نیز یا یک کشور دیگری نیز ازدواج بکنند. قبل از اینکه شنوندم رو خط ببریم، من فقط یک سوال دیگه هم دارم، اینم بعد سریعا بپرسم چون دوستان ما نزدیک 45 دقیقه منتظر جوابشون هستن. اگر یک نفر بخواد پولی رو به سوئد بیاره، فرق میکنه، ما میگیم مبلغ 1,000,000 کرون، حالا یا 5,000,000 تا 10,000,000، در چه شرایطی این پول شامل مالیات نمیشه؟ یکیش ارث، یادمه تو هم وقت پیش شما بله، فهمید درسته؟ هدیه حالا اصلا مثلا هدیه هدیه و ارث درسته؟ بله. حالا من اگر که مثلا در ایران 10,000,000 کرون پول داشته باشم بیارم اینجا، من شنیدم که این سیستم جدیدی که روی کار هستن، دولت جدید، مالیات بر دارایی رو برداشتن، آیا باید مالیاتی داده بشه بابتش یا مالیات بر دارایی از خیلی وقت پیش از برداشته شده و هر کسی دارایی در یک داشته باشه بر صرف داشتن دارایی مالیات نداره؟ نخیر. خب پس در واقعش اگه من با از طریق یک بانکی من پولی از ایران، برادر من میخواد بدتش بهم، بریم آقا دست شما در نکنه این پولو مثلا میخوام بدم به شما، میفرستتش به سوئد و میاد در داخل بانک، پس چون به عنوان دارایی من حساب میشه، من نباید مالیاتی بابتش بشم به خاطر نقل و انتقال پول؟ نخیر. ولی وقتی این پول وارد میشه 10,000,000 تو سوئد یه بانک میخوابه، خب این به هر حال بهره میگی تعلق میگیره بهش، به اون درآمدش به هر حال باید مالیاته، ولی به خاطر صرف اینکه 10,000,000 کرون میاد سوئد، به خاطر این کار آدم مالیات به خاطر این چیزی مالیات نمیکنه. بسیار عالی. دوست عزیزمون 9843 بفهمید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. قربان شما جانم، من از ایران تماس میگیرم خدمت شما. آخه ببخشید، سوالی داشتم خدمت آقای رستمی. بفرمایید. من میخوام طریق سرمایه‌گذاری برای سوئد اقدام کنم. بله. و تصمیمم اینه که یه مغازه در حال فعالیت رو اونجا بخرم. بله. بعد من میخواستم ببینم که با توجه به این شرایط الان بعضی از وکیلا که صحبت میکنم میگن با مبلغ 500,000 کرون نمیتونید یه مغازه ای رو اینجا بخرید، چون درآمدی رو نداره که بخواد دولت سوئد رو مجاب کنه که به شما اقامت سرمایه‌گذاری بده. نه خیر، این جوری نمیتونه باشه. ولی خب ببینید، با 500,000 کرون نیز میشه یه محلی رو تهیه کرد، ولی خب
بستگی داره. حالا شما گفتید مغازه، ما نمیدونیم مغازه قراره چه مغازی باشه، ولی به هر حال یک تجارتی شما می‌خواید انجام میدید. اون چیزی که مهم هست خود سرمایه نیست. سرمایه میتونه 500 هزار کرون باشه، میشه میتونه 1 میلیون باشه، میتونه 200 هزار کرون باشه، اونش مهم نیست. مهم اینه که این کاری رو که میخواید انجام بدید چقدر سوددهی خواهد داشت، و شما باید به حدی سوددهی داشته باشه که شما و اعضای خانوادتون بتونید از این طریق در سوئد امرار معاش بکنید. و اون نرمی که برای امرار معاش در سوئد برای این قبیل پرونده ها در نظر گرفته شده، اگه شما فرد مجردی باشید 100 هزار کرون در سال، اگه متأهل باشید 50 هزار کرون اضافه میشه، و بر ازای هر بچه 25 هزار کرون نیز اضافه میشه. یعنی یک خانواده 3 نفره، زن و شوهر و بچه، 175 هزار کرون باید از طریق سود عایدشون بشه از طریق فعالیت و تجارتی که در سوئد انجام میدن. این در عرض سال است. بنابراین حالا دیگه شما باید تصورشو بکنید که این شرکت فعالیتون چی باشه، کجا باشه، و برای این منظور شما چقدر سرمایه نیاز داشته باشید. خب آقای رستمی اجازه بدید من یه سوال بکنم. اگر من یک مغازه رو به مبلغ 1 کرون بخرم ولی 175 هزار کرون در سال به من سود بده، آیا من میتونم در واقعش خودم و خانوادم اینجا اقامت بگیرم به خاطرش؟ خیر. بله، هیچ مشکلی وجود نداره. پس در واقع اون سرمایه اولیه اصلا کاملا بی معنی هست. مشکلی وجود نداره. مثلا بعضی از شغل ها، رشته ها هستن که اصلا احتیاجی به سرمایه ندارن. مثلا یک مشاور احتیاجی به سرمایه نداره، ممکنه که یه مقدار سرمایه لازم داشته، یه دفتری رو اجاره بکنه، یه سری وسایل بخره و یا برای بازاریابی بکنه، ولی وقتی این کار رو انجام بده برای این منظور خب سرمایه زیادی لازم نداریم. بنابراین ولی خب احتمالا این مشاور یا کنسولت درآمدش طوری باشه که بتونه حداقل 200 تا 300 کرون سالانه سود داشته باشه این کارش. بنابراین خود سرمایه در واقع اونقدر مهم نیست. سرمایه شما موقعی مهم هست که شما یه طرحی رو ارائه میدید، یا میگید که یه رستوران میخواییم بخرید، خب رستوران قیمتش 1 میلیونه، شما میگید ما 500 هزار کرون پول دارم، خب طبیعتا به شما اقامت نمیدن، میگن که خب این 500 تاشو میخواین چیکار بکنین، از کجا میارین؟ بنابراین باید دقت بکنید که خود مبلغ سرمایه به تنهایی تعیین کننده نیست، بلکه اون فعالیتی که میخواید بکنید باید به اون اندازه شما سرمایه داشته باشید، و اون فعالیتی که میخواید بکنید، تجارتی که میخواید بکنید، درآمدی عایدتون بشه که بتونید در سوئد زندگی بکنید. بعد من یه سوال دیگه هم اگر اشکال نشته باشه بپرسم. خواهش می‌کنم بفرمایید. من با یکی از دوستان که صحبت می‌کردم به من گفتش که یه مغازه اینجا هست که به پول ایران 1.2 میلیارد ارزش داره و میتونه اینو منو در 1/4 این مغازه شریک کنه. من با توجه به اون اطلاعاتی که داشتم می‌دونستم که بعد حداقل من 50% سهام اون شرکت رو دارا داشتم تا بتونم اقامت بگیرم. درست. من می‌خواستم ببینم واقعا میشه این کارو کرد یا نه. نه خیر، 1/4 نمیشه. حداقل 50% شما باید مالکیتشو داشته باشید، نقش تعیین کننده ای در اداره این شرکت داشته باشید. شما اولین ایرانی هستید که فکر میکنم یه نفر نتونسته به این صورت اطلاعات اشتباه به شما و حداقل قبلا رفتین یه مقداری خوندین. بله. بسیار ممنون. بسیار ممنون. من اگر اشکال نداشته باشم میتونم بعداً با آقای رستمی. شما هر موقع دوست داشته باشید میتونید با آقای رستمی در تماس باشین. سپاسگزارم از شما، پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب 2398 بفهمید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. جانم قربان شما، بفهمید. آقا یه سوال داشتم من. بفرمایید آقای رستمی، گوش هستن دارم میشم صدای شما رو، بفرمایید. خسته نباشید آقای رستمی. سوال من این بودش که من خواهرم و شوهر خواهرم اومدن اینجا، ویزای شنگن گرفتن و ویزاشون توی سفارت اثر انگشت ایتالیا دادن و اینا الان اومدن سوئد و میترسن که اینا رو برگردونن به ایتالیا. درست. آیا این سوال؟ بله همینطوره. اگر اداره مهاجرت موقعی که اینا درخواست اقامت پناهندگی میکنند، اداره مهاجرت متوجه بشه که اینا ایتالیا بهشون ویزا صادر کرده و این بیشتر از 6 ماه نیز از اتمام ویزاشون نگذشته باشه، حتما باید به ایتالیا برگردن و ایتالیا هم موظف است که اینا رو پس بگیره، برای اینکه طبق کنوانسیون دابلین اینا ایتالیا موظف است به درخواست پناهندگی اینا رسیدگی بکنه. آره دیگه، ایتالیا دیگه قابل گفتن نیست، معرفی کردن نیست از پناهندگی. ولی من کسایی که اینجا میشناسم از این بچه‌هایی که افغانی زبان هستن، اینها توی ایتالیا بودن یا اونجا اثر انگشت هم دادن، حتی اثر انگشت پناهندگی هم دادن،
ولی اومدن سوئد اینا به قول خودشون میگن ما رو اثر انگشت ما رو بخشیدن. من دقیقاً این اطلاع ندارم ولی اینا دیگه بله دو دنیای تکنیک از این اتفاقا میفته که متوجه نشه داره مهاجرت که مثلا میگه داره بخشیده، یعنی نه بخشیده دولت هایی که عضو این اتحادیه هستند میتونند، یعنی اجباری نیست که حتما سوئد اینا رو برگردون ایتالیا، اگه سوئد بخواد استثناء میتونه قائل بشه، ولی استثناءهایی که در این مورد هستن خیلی خیلی نادرن و به ندرت اتفاق میفته که سوئد در مورد همچین افرادی استثناء قائل بشه. در مورد افغانا بعضن اتفاق افتاده که به ایتالیا بر نگردونن، ولی خب این شامل خیلی کشورها، اکثر کشورها نمیشه، بعضی از کشورها مثل همون ایتالیا اتفاق افتاده که چندی قبل همین مسئله تو مطبوعات هم مطرح شد که پسر جوان رو به ایتالیا بر نگردوندن با اینکه در اونجا قبلا درخواست پناهندگی کرده بود. ببین به ندرت پیش میاد. بله آیا راه حلی نیست به غیر از این راه حلی که برگردن به نظر شما یا گفتن نداره؟ برای یک ایرانی من راه حل خاصی نمیبینم که به ایتالیا بر نگردونن. من شنیدم که میگن مسکی 6 ماه بمونی خودتو معرفی کنی. عرض کردم اون اول که وقتی که اگر یکی از شرایطش همینه، یعنی اگر که 6 ماه از اعتبار ویزای ایتالیاشون گذشته باشه و درخواست پناهندگی بکنن دیگه اونو به ایتالیا بر نمیگردونن. آها پس اون موقع باید ثابت هم بکنی که 6 ماه تو سوئد بودی یا نه. حالا 100% که نمیشه ثابت کرد، ولی خب وقتی ویزا اعتبارش 6 ماه گذشته و شما درخواست میکنید، خب به هر حال اگر پاسپورتی هم دارند که موقعی با ویزاشون مسافرت کردن به شنگن اتحادی اروپا، خب طبیعتا مهر ورود به شنگن مشخصه کی وارد شدن، حتما با اون ویزا مدت زمانی که ویزا اعتبار داشت اومدن، و به هر حال اگه مدارکی باشه که میشه ارائه داد، اگه نباشه همین که 6 ماه بگذره دیگه قاعدتاً این مسئله منتفیه یه جوری. متشکرم، خسته نباشین. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب اجازه بدید دوست عزیز 9843. بله بسیار عالی. خب جناب رستمی عزیز، من باید از شما تشکر بکنم. برنامه میکنم. امروز به پایانی خودش رسیده. از شما بسیار سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتین، این هفته هم به استودیو اومدین تا بتونیم که جوابگوی عزیزان خوب شنونده و بینندمون باشیم. سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم پیروز باشید. خب مهربانان، عزیزان، شنوندگان و بینندگان خوب برنامه رادیو و وب تی وی